اینجا کدام قسمت هست؟ این قرطای بالاکوی قرطای چندول گفتم ایش از سمت که زسلک رفته از سمت قلایزارا خلاص هستیم؟ قلایزارا خلاص سمت قرطاست که اینجا خانه سیمندس آقا که نواشای از او فعلا سید علی آقا در خارج است سید عباس آقا در خارج است و هیچ حامل از این اینجا نیست و سید مندس اولیش هست که در یک بچه که سید عباس آقا یکان دفعه میاید خبر بگیره ولی سید علی که در خارج است فعلا نامده بیاییم بریم اولی سابقه آدم هایی که بسیار بزرگوار و مندس و روشن فکر بود ببینیم که بچی حالت است حامل بی خانه سید مندس آقا خانه بسیار سابقه تاریخی کلان خانهایی که تال دست نخورده به مو حساب سابقهش ماندگی است سید مندس خدا بیامرزه و پسرایش فعلا کلش در خارج می باشد یک سید عباس آقا اجاره خو نفروختن نه نفروختن کرا دادن خوبه نفروختن کرا دادن ولی به سرای که سرای اونجا جور کرده ولی خانهای بسیار سابقه خودش است کنو خانه سید مندس یا خانهای سید مندس آقاست که سید علی آقا نواسش فعلا در خارج می باشد یکان دفعه بر ما یکان پیام و گپ می مانند و خانه خدای نبی بینند که به این حالت است بیاین یک دستکاری مسته چی کنند اگر این خانه پختکاری هم هست آه هی از سابقا پختکار شده امو پتا پتی زیه که چی سک ارسی های پتایی سابقا اوی نمی ارسی ها کلی سابقا هست این خانه ایش هست چپر شده سابقا هست ده تو دستکاری نشده و نسته کرده نوسون دیوان شما در زمانی که این خانه جور بود آمده بودین داخل اولی؟ بله آه به خاطر که ما وقت طفل بودیم یک قسام داشتن که یک وقت یک گاو خطا خورده بود یک گاو خطا خورده بود یک گاو بسیار مردم در شاخزده و شاخزده رسید دینمی جا دینمی اولی که در آمد چند نفر زخمی ساختم گاو در شاخهای خود همی بچه های سیمندس آقا همی بزرگا بازم گاو به حساب گرفتن نام مردم را جواب دادن این همی اولیست با اونو حالت است قصه عجیب دارم آه. و گاو خطا خورد از کجا خطا خورده بود نمیفهم یادم نیست ولی از پیش کردم خطا بیش آخه گاو خطرناک بیم که طرف ترم بریم باز میبریم گاو خطرناک توت هم داشتن توت سال اولی کلان بود و اولی بسیار سابقه بود اولی بسیار مقبول بود اولی بود که به این حالت نه شاریده و از بین رفته یک اولی بود حالا خودشان دیگه خارج است حتی شما او خشتکاری قدیم میبینین چی گلکار بوده و یک چیز براتون بگویم سه رقم مثل نقل وارد چیندن خشتاره چهار رقم خشت بود یکی خشتایی بود که بسیار کتا کتا یکی خشتایی بسیار نازک بود غالب سه دانه از او یک خشت است یک رقم خشتای پختی لشم بود یک رقم خشتای پختی باز دبلتر بود چهار رقم خشت اینجا کار میشد پختیش نازک و یک کم دبل دو رقم خشت بود و خامش خشتای دبل کتا و خشتای ریزی نازک بود که باز من یکان جای دیدم بودم خشتا رو برای شما نجام اینی مثل این خشتای نازک که گفتم اتان است اونو خشتای نازک خامه که سابقه خام کار میکرد یا هم به حساب ما و شما که میگفتن که سراچه نظر سراچه بود سراچه بود که مردم میرفت در اونجا هر خانه چندول یک سراچه داشت سراچه به خاطر داشت که میمونایی که بیگانه میامدن و میگفت صدای سیاسرا و یاره نشنوه علایده به حساب خانه و این گپا بهشان جور میکرد بله ارسی و دراده شاخ همون نفرهای قدیم برده دیگه نه نه اون ارسی و دراده شاخ نه پایین آره پایین نه چندوله و قدر نه حالا آدم گردن خدا بسته کنه آراکت خورد توپ خورد، هاوان خورد، خانه از بین رفت ولی به حساب ورسی و دروازه او قدر نبرد به خاطر چی؟ که مردم سابقی چندول از چندول اید نبر آمد کسایی که خانهش بود، او که خارج بود خارج بود کسایی که بود در اید نبر آمدن در خانه های خود ششتر ما حتی شهیده و زخمی های خود شو در یولی گور کردیم و بعد از اینکه اگر آرامی میشد باز برای میبردیم در جای معینش گور میکنیم که به طور امانت در ریولی دفن میکنیم چی دروازه؟ ای دروازه سابقش بود از این رایش بود؟ این رایش از کال فیلم پیش روش های فروشی سستن دروازه شون از هم اینجا بودن بله
این خانه اسلم جان است. این خانه؟ کاله فعلا خودش چیز سرای جور کرده و وام سرای است. پالوش خانه سید امین صدر است که یکی از ملا امامان ایسایه که خسر توکلی که حال فعلا در سلام علیکم رئیس جان خان سلام چطور هستید؟ و این بچه سید امین صدر که روز براتون گفتم ملا امام و آدم کلان بزرگ سایه چندول بود و عمرش در چندول تیر شد که آل فعلا از نشانیش اما سید امان صدر سیزیای صدر و نواسایش مانده و همچنان خسر آقای توکلی که در چیست کفشار است در اونجا اون ملا امام است و پایی نشانی های از اماست میتونی که از پدرش که شهید شد در می سایه در می منطقه که شهید ساختنشه در می جه کال خانایشان است میشه بگوین در مورد پدرتان چی باید شد شهید شدن؟ پدر ما در سال 1360 بود در بارکوی چندول اسلامی بود به شهادت رسید از طرف کیانه فهمیدین؟ دولت وقت؟ از طرف بود دیگه می در این منطقه ترورکانی زیاد بود ترورکانی سالا زیانا تشکر خانه کدام است شما؟ دوباره بازسازی و نوسازی کردین؟ بله یا تا یک جای وقت قدیمیش نمانده؟ نه کاملا چهره خانه تان تغییر کرده؟ بله یا بسیار خوب بسیار خوب ناگفته نمانه که خانهشان تنها خانه نه بلکه تکه خانه صغیر است که امون نشانی پدر خدا فعلا سید امان صدر نظر و نیاز و علمکشی و گپاش میکنن که بخیر روز چند دوم روز دوم میگه نظر و نیاز شون است که انشالله علمکشی و گپاش بسیار خوب پیش میریم دیگه این خانه سید امین صدر است که سابقش حاجی قدیر بود باز حاجی قدیر فروختن و میاد یا هم سلام علیکم صد سال است که دیاتر که یادم این سایه و منطقه است اون امو خانه شد سرای هم ساخته نه؟ سرای یا گدام؟ زیرش گدام و سرش خانه شد بله و این خانه؟ و این خانه حفیظ مزگر که براتون روز معرفی کردم هم دو سرشان که تماس داشتن؟ این یک رایشان بود این بغل یک راه بود که طرف کو می رفتی اینجا؟ و این خانه حفیظ مزگرشان بود که حال فعلا کلشان در خارج است حفیظ مزگر آدم شخص بسیار خیرخواه و دائم که می آید نمی تکیه خانه و مساجد همکاری و کمکشان زیاد است و خودشان یکان دفعه می آید و در می گه زندگی نباشه و حتی این تشنابای سابقه پیشتر می یاد آوری کردم که حال نگاهیم پرویزی چقدر خشتای سابقه که گفتم که نازک کم دبل اینی خشت هاست که از زمان بسیار سابق است این خشت ها بسیار نازک است این قصه شاید که آل خشت ها بسیار دبل برآمده پخته یکن زود دیوار بلند شوه نه اینی خشتک های بسیار نازک سابق است و از این کده چپاتر بود اون خشت ها ببینید چقدر نازک است خشت های نازک خامه است یعنی ای خشت های سابقه است بیایی ورسی در وضعی سابقه را میبینیم امی خانه آقای مسگر است؟ امی خانه کلش از آقای مسگرشان بود یعنی به اینی حالت که رسیده اونو دروازه و یا او تکیه خانه و او شدگه تکیه خانه بازی ها تقسیم شده اون پای سابقه و یایش مانده خانه خدایار بود که اونوز براتون معرفی کرده که بچه هاش در خارج از خودش فوت کرده فعلا سرای شده
و او خانه سابقش مکمل از بین رفته ولی سرای شده که سابقه و این فعلا مربوطه این مربوطه از او بود خدایا سرای جوش بود و این خانه خدا ببخشه غلام سخی برین فروشه کال بچه های شنگره این برین فروش هم چیستان میشه؟ نه این از مردم هزارگیست ولی رگ و ریشه ما دوستی ما و برادری ما هست که اینمی سرای از بچه هایش قاریست قاری قران هست و خود سخیداد یک آدم بسیار شخص متدین با خدا و کسی بود که واقعیت خدمتگار سایی چندول و همچنان بچهش قاری صاحب نعیم و قاری صاحبای دیگهش خدمتگار مردم است کمی الان یکان مسجد شاه نجف هم مسئولش است که پیش میبرم و ای از امشهره رئیس محمد علی یک وقت داشتن دان سیدوکان چندول پدرش خودش فعلا آل دمسون غرب تجار بسیار خوبه و همکار خوبه و همکار کمک کننده سایه چندول بود و خانه همشریش بود از پدر بود که بر همشریش داد و همشریش ایره فعلا سرای جور کرده و خودش نمی باشه و خوشبختی که یکی از بزرگای چندول نسیم جان است اون هم یه شیشته نسیم جان اینی خانهش است خب بسیار خانه سابقه خانه که خودشان دکتر بود و خانه های سابقهشان بود که خوب است که از خودش پرسان کنی که از امو که چیزی که ما گفتم که برج بود و اینجا جوی بود و که یا بسیار سابقه دارای چندول است السلام علیکم چطور هستین؟ خوب هستین سر شما خوب گفتن از اون مردای قدیم این منطقه هستین شما بله بله حدوداً چند سال میشه چه زندگی میکنین؟ من دیگه تقریباً خودم سندم افتاد میشه تولدم در اینمی خانه شده دمی خانه؟ در اینمی خانه، اینمی خانه یک وقت سنج بود چهار منزل بود دمی بوم که خودشور میده میده خانم لرزه میکد اینه بزرگ چپا کردیم اینمی خانه که کار جور اینمی چه زندگی میکنیم چقدر تغییرات آمده در این منطقه؟ بسیار بسیار سابق اینجا کلش کوچه بود اینجا را به را دالانا بود دیگه بود حال فضل خدا دیگه اونه سرک شده اینجا آبادی شده آبادی شده بسیار خوب تشکر از شما زنده باشین تشکر زنده باشین تشکر شما زنده باشین باش من از شان پرسان گرین که جوی از اینجا را اما کوتله که بود به حساب که من گفتم به مردم برای ساتری و گودی پرانبازی و آرسی میگن اینجا یک جوی بود که از للندر آب میامد جوی بود ما اینجا خورد بودیم تقریبا 7 ساله بودیم همین جوی که میرفتیم در اونجا هم یک سر روی مده یا اون معلوم میشد قپاک بود روشن بود باز اونجا دیگه توتی اگه یک دانه میامد ما دیگه گلچین و نموجه بلم رو جوی ششته بود آب توت میامد اول از للندر میامد دیگه نموجه ششته بود توتا را زدن رایی بودیم دیگه این هم تا یک دوره بود اینجا بالا قلعه قوم بود اینجا خانه ها نبود کدام جای تخت بود میگه که مردم میرفتن میشتن و ساتری میکرد طفلک ها او دیگه سونو باق قاضی بود سونو باق قاضی بود بله بله آیجا برج یک برج بود به نام قلعه قوم دیگه همه تا بلند برج بود این تقریبا 50 سال چید که برج از بین رفته این چیز نمانده این دیگه آثارش نمانده چند سال شده این بالا نرفتین شما؟ والا دیگه دور از جان من کمری نفس تنگی دارم مگنی در بچگی در مطالقش در دوش بالا می شدیم این هم عمر از تیر می شد اگه فرق می آید ولی راست می گیم شما زنده باشید زنده باشید تشکر از شما و همچنان این یک خانه اکبر جان سید اکبر آقا کسی که در این چندول 5-6 شهید داد و برادر جوان شهید شد پدرش فوت کرد مادرش فوت کرد و خورداده شهید شد دبی جنگ های خانه مانسوس و خودش پای خود دست داد اینمی جا زندگی میکنه که فیرن در زیارت ابوالفضل آقا اموجا کاریگر است یک خانه اک داره و زندگی خود پیش میبره که یک آدم بسیار غریب و مظلومه که ما میشناسیم این خانه بزرگوار ما سید محب آقا خب این از تاده و دوباره ساخته شده ایش خب کلش چپه شده به اثر جنگ ها من برای شما گفتم که آنقدر راکت خورد چندول در سال 72 ماه 81 نفر شهید چندول داده
تو شهید دادیم که مرده دینیم به سهره ها بود. ما در بوجی گوشتایش جمع میکردیم، استقانهایش جمع میکردیم، میبردیم در این خانه در دولیش دفن میکردیم یا میبردیم در جای امانت میموندیم تا که یک سال شوه او را ببریم جنازه را دفن کنیم. امی آج آقای شهیدزاده را گفتم، حجت الاسلام بر مسلمین هم نماینده پارلمان بود و هم ملای امام بود، هم بزرگ بود، خودش کلنگ میگرفت قبر میکرد. ما سنگ قبر تخت سنگ نداشتیم، خشت نداشتیم، دروازه را تختاش هم میکندیم، مرده را میموندیم که سنگ نخوره، خاک منداختیم و یه حالت بود. این سرک ها که اینجا کلش نو شده و میخاطب کلش به حساب راکت خورد، توپ خورد. این هم خود گفتم که خانه سیلال آقا، خانه سید عزیز روغن فروش بود که از طابقه دارای چندول بود و عمرشان اینجا تیه شد که بچه های سیلالا، سیزیا، آغازیا، مشتبا، کبیر که کلش در خارج زیادتر از یا این همی خانهش بود که در میروزا میگن فروخته، شاید که فروخته باشه. فکر میکنم تا اینجا آمده بودیم، میره تا ایرمتان آمده و ایسایی که بود که سوال سرک برآمد، اوقات خانهای مردم بود، بین خانهای مردم بود، یک کوچک بسیار تنگ بود که طرف کوه میرفتی و این همی کوچک که بیمید این همی قرایش بود، بازی پسان که کلان شد به خاطر که آله مردم بره و موتر بره، بازی را میرفت در کوه، هر کوچه یک راه داشت که در کوه میرفت. دیگه این همی اونم خانه سکندرشان بود که برتان گفتم، آج چمن بود، خانه کریم جان است که یاره او دفعه معرفی که بله بخیر در کوه میرفتیم، باز خانه های کوهی را از بزرگ های باز معرفی بکنیم. بسیار تشکر پرویز صاحب، من با مردم یک خداحافظی کنم، باز انشالله که در برنامه های آینده بازم میبینیم. تشکر از شما که آمدین تا این لحظه کر ما بودین. من تشکری میکنم از رئیستان، از خودت و از بزرگایی که به حسابی پروگرام گرفته و خواستن که رویت چندول روش بساده جهان. تشکر. تشکر از شما. ماما خب بازم رسیدیم به اخیر گزارش امروز، امید از طرف توجهتان قرار گرفته باشه. آنچه برای گفتن دارین در قسمت پایین ویدیو بر ما نظرتان بنویسین یا کامنت بکنین، در برنامه های آینده در نظر میگیریم. وقت خوش، خداحافظ. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.